الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي سيدنا هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المتقن الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمة الله عليه ونفعنا به في الدارين آمين. قال كتاب الإيمان باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام بڑو على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا وزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره فاخشوهم وزادهم إيمانا. وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كما بينا في السنة الماضية بدأ الإمام البخاري رحمه الله كتابه هذا جامع صحيح البخاري بالوحي وقال بدء الوحي كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتى بالأحاديث الدالة على أن الوحي أصل أصيل وأساس قوي لدين الإسلام لأن الإسلام لا يثبت إلا بثبوت الوحي والقرآن ثابت بالوحي والأحاديث كلها ثابت
بعد الوحي فالقرآن والأحاديث كلها يثبت عندنا بثبوت الوحي. ولذلك قدم باب الوحي ثم لما ثبت الوحي والإسلام نظر الإمام البخاري إلى أي شيء اهتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي شيء يعتنى به صلى الله عليه وسلم وأي شيء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه وأي شيء أساس الإسلام فمعلوم أن الإسلام لا يثبت ولا يبقى إلا بالإيمان والإيمان أساس كل شيء من شرائع الدين ولذلك عقب الإمام البخاري بعد باب الوحي بهذا الباب كتاب الإيمان كتاب الإيمان إذا أردتم من تكتبوا إلا فاحفظوا البحث عن الإيمان اتفق جميع أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة على أن مرتكب المعصية ولو كانت كبيرة لا يكفر هذا على أن مرتكب المعصية لا يكفر وإن كانت تلك المعصية كبيرة اتفق جميع أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة خالفهم الخوارج والمعتزلة الخوارج قالوا يكفر صاحب الكبير صاحب المعصية صاحب المعصية ولو لم تكن كبيرة
വൽമുഅ്തദിലത്തു സമ്മൗ സാഹിബൽ മഅ്സിയത്ത് ഫാസിഖൻ മുഖല്ലദൻ ഫിന്നാർ. ഫാസിഖൻ ولا فرق بين المعتزله والخوارج الا في التسميه والخوارج يقولون مرتكب الكبيره كافر مخلد بالنار والمعتزله يقولون فاسق مخلد بالنار والخلاف بينهما وهذا هو الذي في شرح العقائد واضبطوا منزلة بين المنزلتين اتهم كثير من الجهلاء മന്ദിരത്തിന് മൈനൽ മന്ദിരത്തെ മൈനൽ ജന്നത്തി വന്നാരി അത്മത്തു മന്ദിരത്തൽ മൈനൽ മന്ദിരത്തെ ഞാനീ മൈനൽ ജന്നത്തി വന്നാരി. ثم اتفاقي اهل السنه اختلفوا هل الايمان مركب ام പറയോ بسيط هل الايمان مركب ام بسيط فقال المتكلمون والامام الرازي بسيط وقال الإمام البخاري وكثير من المحدثين أن الإيمان مو ها مركب لكن هذا الاختلاف بعد الاتفاق بأن صاحب المعصية صاحب الكبيرة لا يقول مخلدا بالنار الكرامية فرق كثيرة أكثر من 28 فرقة من الكرامية وقد بينهم الإمام أبو الحسن الأشعري
ഈ കിതാബിഹി മഖാലാത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ്യ, മഖാലാത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ്യ ബയ്യന ഫീഹി ബഅദ ഹാദിഹി ത്വായിഫ്. أكثرهم على القول بأن الإيمان يكفي الإقرار به، إقرار نابغن الله إقرار هذا ما أترى النعمة دينا അവരൊക്കെ പഴച്ചു പോയത്, അവരെല്ലാം പഴച്ചു പോയത്. وقد استدل الإمام البخاري على زيادة الإيمان ونقصانه بآيات كثيرة وأحاديث عديدة وأبواب في أبواب مختلفة في أبواب مختلفة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هكذا الآيات التي ذكرناها في البخاري كلها تدل على أن الإيمان تزيد يزيد أن الإيمان الأصلي وهو أيضا يزيد وينقص، يزيد وينقص. ويبقى في بعض الناس أصل الإيمان قليلا جدا جدا، وهم آخر دخولا الجنة. يزيد الإيمان وينشرح وينبسط بكثرة الأعمال والعبادات الصالحة وبكثرة
وبدون العبادات ايضا قد ينبسط الايمان وينشرح. ويزيد وينقص. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لو وضع إيمانه في كفة ميزان ووضع إيمان الباقين في كفة إنسانية يزيد إيمان سيد أبي بكر الصديق. ليست هذه الزيادة بالعبادة بالعبادة ليست هذه بالعبادة بل بيقين في قلبه. قال العلماء ولكن بشيء وقر في قلبه أي ثبت في قلبه من الاعتقاد بالله سبحانه. ثم الطوائف العديدة الكثيرة الموجودة الآن كلهم يعتقدون على الله ما لا يجوز اعتقاده عليه. مثلا يعتقدون في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. الرحمن نعوذ بالله هم يقولون أن لله يدا وأن لله رجلا وأن لله رأسا وأن لله بطنا وأن لله كذا وكذا كذا وكذا من الأعضاء. هذه كلها كفر كلها كفر. أيوة سمجھا سمجھ میں نہیں آتا عربی نہیں سمجھتا ہے سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے اتنے تفصیل بولے تب بھی نہیں سمجھتے تو پھر کیا ہے. میں تو آہستہ آہستہ بولتا ہوں تفصیل بولتا ہوں آپ کے مراعات کر کے. آپ لوگوں کو مراعات میں اتنے تفصیل اور بطیء بول رہا ہوں. اہل سنت والجماعت دیکھو اہل سنت والجماعت کلہم متفقون على ان المتشابهات في القرآن ليست على ظاهرها لا خلاف بين أحد وأحد وأحد من أهل الحق.
كلهم متفقون على أن المتشابهات ليست على ظاهرها. وإن كان بعد ذلك عندهم خلاف هل يؤول أم لا يؤول، أم يؤول أو لا يؤول، وإن كان التبين بماذا يؤول، وهو خلاف آخر، خلاف بسيط في الحقيقة. هذا الخلاف أي خلاف يندم يار ثقافي على يندم الله لا خلاف في أن المتشابهات ليست ظاهرها مرادة. متشابهاية ورجع آيتهم هذه ظاهرة مراد ألا إذ الخلاف إلا إن نعمل على موته خلاف خلاف مراد ألا إن أول قوت ألا إلى التأويل تيجي ناي كون التأويل تيجي بره قوت وارجع دندن وارجع التأويل അത് മുഅവ്വിലും മുഫവ്വിലും ഇങ്ങനെ രണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. بعض الأشياء لا يجوز إلى النظر إلى الباطن. إذا قلت بعض الأشياء لا يجوز النظر إلى الباطن وبعض الأشياء يجوز النظر إلى الباطن، هذا رأسي إن لي باطن ظاهر يجوز لك النظر إلى هذا الرأسي، والعورة لا يجوز لأحد أن ينظر إليها. أبو الله يرون باطل ولا إلى كتر كو جلد باطل ولا نوكام بارجا جلد باطل ولا نوكام ثم وبهذا القول أيؤخذ اللقم أهل الله من أهل الله من أهل الباطن. أهل الله أهل الباطن كلاهما مبتدعان في بعض الأمور. مثلا سورة البقرة أهل الباطن يقولون أنه ليس هناك بني إسرائيل وليس هناك ذبح البقرة وليس هناك موسى. نعم الوريد اللي بلو إسرائيل نقول لهم അത് അവരുണ്ടാക്കി ഒരു നക്ഷത്രം കൊന്ന്, ആ കൊന്നതിന് തർക്കം തീർക്കാൻ വേണ്ടി പശുവിനെ അറുക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു എന്നല്ലേ. പിന്നെ ആ പശു പശു പറഞ്ഞ് 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 അവസാനം അവരർത്ഥം. അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പശുവുണ്ട് അതിന് അർക്കരം ഉണ്ടായിക്കുന്നു അതിനെ തെളിവെടുക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ബാത്തനിയാക്കെന്ന് പറയുന്നവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പശുവില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ബനു ഇസ്രായേലില്ല, അങ്ങനെ ഒരു മോശയില്ല, വെറും ഈ ശഹവത്തിന് അർക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. മനുഷ്യന്റെ ശഹവത്ത് തന്നാ മൂര്യ, മനുഷ്യന്റെ ശഹവത്ത് തന്നാല് അതൊരു മൃഗമാണ്. അപ്പോ ആ മൃഗമായ ശഹവത്തിന് എന്താക്കണം, ഇല്ലാണ്ടാക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ്
നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടോ സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ ആയത്ത്. അങ്ങനെ ഒരു ഇഷാറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആയത്തിൽ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ പിടിക്കാം. ഈ ബക്കറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തിനാ? ആടിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൂടായിരുന്നോ? കോഴിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൂടായിരുന്നോ? അപ്പൊ ബക്കറത്തിനെ അള്ളാഹു തആല തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിർറ് ഉണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എന്താക്കാം നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ പശു അവിടെ ഉണ്ടായിക്കുന്നത്, പശുവിന് അർക്കലും ഉണ്ടായിക്കുന്നത് വനു ഇസ്രായേലും ഉണ്ടായിക്കുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോ ബാത്തിനിയാക്കാനല്ല, അങ്ങനെ വസ്ത്രമുണ്ടായിട്ടില്ല. كما قلت الان لما اختير البقره هنا لعله لعله يقين الله لامر ما انه ഒരു احتمال يقين الله ظاهر ظاهر ആയിട്ട് വെക്കുക بئر قلت الظاهريات ظاهريات പിഴച്ചു പോയ മുബ്തദീകളായ ലാഹിരിയാക്കൾ, അവർ എല്ലാം ലാഹിറിനെ നോക്കി അല്ലാഹു തആലക്ക് കജ്ജുണ്ട് എന്ന് പറയും. ലക്ക് കൈ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും, കാല് ഉണ്ട് എന്ന് പറയും, തല ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പറയുന്നവരൊക്കെ അത് ലാഹിരിയാക്കാണ്. മറ്റേത് ഭയങ്കര മോശപ്പെട്ടവർ തന്നെ. ഈ കള്ളശേഖന്മാർ വരുന്നത് മുഴുവനും ബാത്തിനിയാക്കളിൽ നിന്നാണ്. ഹുസാൻ ഇമാമിന് ഒരു കിതാബുണ്ട്, ബാത്തിനിയാക്കളുടെ ഫളിഹത്ത്, ബാത്തിനിയാക്കളുടെ ഫളിഹത്ത്, അവരുടെ ഭാഷകളായ അവരുടെ ഏറ്റവും വഷളായ ഭാഷ വാദം. ആ വാദം അങ്ങനെ അവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ പറയും. നമ്മളോ ജാലിനാക്കും മുമ്മത്തൻ വസത്തൻ, നമ്മൾ ലാഹിരിയല്ല ബാത്തിനിയല്ല, പറ്റ വാഹിരിയെ എല്ലാം ചുമത്തുന്നവരുമല്ല പറ്റ ബാത്തിനി ചുമത്തുന്നവരുമല്ല. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? നന്ന്. അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഖിലാഫ് ഇല്ല. എന്ത് വിഷയത്തിൽ? മുത്തശാബിഹാത്തിന്റെ ലാഹിർ മുറാദ് അല്ല എന്ന വിഷയത്തിൽ. മുത്തശാബിഹാത്തിന്റെ ലാഹിർ, ലവാഹിറുൽ മുത്തശാബിഹാത്തി ലൈസ ബി മുറാദിൻ, മുത്തശാബിഹാത്ത് കി ലാഹിർ മുറാദ് ഹീ നഹീ, മുറാദ് ഹീ നഹീ, ഇസ്മേ കോയി ഖിലാഫ് നഹീ. ഫിർ ക്യാ ഖിലാഫ് ഹൈ? വോ തഹ്വീൽ കർനാ പഡേഗാ യാ നഹീ കരേഗാ? ഏക് ഖായിഫത് നേ തഹ്വീൽ കാ ഖായിൽ ഹോയാ, ഉൻകോ മുഫവ്വിൽ തഹ്വീൽ നഹീ കർതാ ഹൈ, ക്യാ ബോലേഗാ?
دیکھو امام محلی امام آپ سنا ہے امام محلی کو نہیں جلالے نہیں پڑھا ہے آپ وہی ہے امام محلی جلالے جی کا آدھا امام محمد بن احمد المحلی منصوب الى محلۃ الکبریٰ محلۃ الکبریٰ ایک قریہ ہے مصر میں وہاں پیدائش ہے وہاں دفن بھی ادھر ہے محمد بن احمد المحلی محلی جندا ہوتے تو محلی 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 منصوب الى المحلۃ الکبریٰ اپ الثاني النصف الثاني الامام السيوطي كلاهما مصريان كلاهما مصريان وكلاهما متاخرين من المتاخرين ومع ذلك جروا على مذهب اكثر السلفيه الله اعلم رضي الله اعلم رضي الله اعلم سب کیا ہو گیا تعویل نہیں کیا الله اعلم رضي الله اعلم امام عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما صحابی ہے وہ تو سلفی ہے کون نہیں خلفی نہیں اس کے ساتھ ابن عباس بہت آیت کو تحویل کیا تحویل اول الامام ابن عباس کثیرا من الآیات المتشابہات فإذن بعض المتقدمين أولوا وبعض المتأخرين فولوا لكن إذا نظرتم في الكتاب ترون مذهب السلفية مذهب الخلفية هكذا يقال إمام رازي کا ایک کتاب ہے مشہور اساس التقدیس ایک مشہور کتاب ہے اور ایک کتاب ہے امام رازی کا لوامع البینات یہ دونوں کتاب میں امام رازی مذہب السلفی مذہب الخلفی بولتا ہے لیکن എല്ലാ സലഫികളുടെയും മദ്ഹബ് അല്ല അങ്ങനല്ല ചില സലഫികളും ചില ഖലഫികളും അതിനെതിരുണ്ട് അതുപോലെ ഇമാം ഗസ്സാലിയുടെ ഇൽദാമുൽ അവാം എന്ന കിതാബുണ്ട് അതിനും മദ്ഹബ് സലഫി മദ്ഹബുൽ ഖലഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതും അതും ശരിയല്ല അകലമുകളെ നോക്കിയിട്ടാണ് ആ എഴുതുന്നത് ഇഷ്കാലിന് കിട്ടു വെച്ചിട്ട് ബാക്കി വേണം ഇവിടെ ഇപ്പോ എത്ര ആയത്താണ് ഇമാം ബുഖാരി കൊണ്ടുവന്നത് ബുനിയൽ ഇസ്ലാം അലാ ഖംസിൻ ഇസ്ലാം
फाउंडेशन डाल दिया गया पांच पर कौलुन व फिअलुन ഇത്തക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് പറയണമെന്നില്ല. ഫേലും തന്നെ ഫേലുകൾ കൽപ്പം പെടും. ഫേലും തന്നാല് കൗലും കൗലും ലിസാനി ഫേലുൽ കൽബി വൽ ജവാരിഹി കൽബിന്റെ ഫേലും ജവാരിഹിന്റെ ഫേലും മുത്തശാബിഹിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് വമായാഅലമുത്തഖ്വീലഹു ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. മുത്തശാബിഹായ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് വമായാഅലമുത്തഖ്വീലഹു ഇല്ലല്ലാഹ് വറാസിഖൂന ഫിൽ ഇൽമി യഖൂലൂന ആമന്നാ ബിഹി അതിൻ്റെ മുമ്പ് വമായഅലമുത്തഖ്വീലഹു ഇല്ലല്ലാഹ് മുത്തശാബിഹായ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അറിയൂലില്ല ഇവരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ഇല്ലല്ലോ പറഞ്ഞിടത്ത് ഉറപ്പില്ല തുഫാണ്. അപ്പൊ അല്ലാതെ അല്ലാതെ ആരും അറിയുന്നതല്ല. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ തെവീൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ഈ ആയത്തിലൂടെ ഉറപ്പില്ല. മറ്റേ പ്രകാരം അവിടെ ഉറപ്പുണ്ട്. അവർ പറയും ആമല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു അവർ തെവീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടെയാണ് ഖിലാഫ് വന്നത് കേട്ടോ. ഈ ആയത്തിലൂടെ തഫ്സീർ ഉണ്ടോ അല്ലേ വഖ്ഫ് ഉണ്ടോ അല്ലേ എന്നതിലാണ് ഖിലാഫ് വന്നത്. പിന്നെ ഏറ്റവും തായ മർത്തവ കിടക്കുന്ന അത് അതന്നെ പിന്നെ ഏറെ അല്ലാണ്ട് ചുരുങ്ങൂല ചുരുങ്ങാ പിന്നെ കാഫറായി പോയി. അസുലുൽ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊടി ഒരു പൊടി ഈമാൻ മാത്രമുള്ള ഒരാൾ. അയാളെ ഈമാൻ ഇനി ഏറുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തർക്കമില്ല. എന്ത് എന്ത് പറഞ്ഞോടാ ചുരുങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞോടാ ചുരുങ്ങിയ അയാൾ കാഫറായി പോയി. ആ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായിക്കോ പറഞ്ഞത് ഈമാൻ എന്ന തസ്ദീഖല്ലേ. അപ്പൊ യക്കീൻ കിട്ടണം 100%. ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യക്കീനല്ലേ. അപ്പൊ യക്കീനാകുമ്പോ 100% ആവണ്ടേ പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അവലവനെ. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാകുന്നത് അതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് വളരെ വ്യക്തമല്ലേ. ഇവിടെ ഇപ്പോ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഈമാൻ സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു ൗ
تغيير من الناسخين عند النسخ على كل حال قول الإمام الرازي إمام الغزالي في الإحياء أن إيمان جبريل عليه السلام أفضل من إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلط باطل لا يقبله أحد ورده الأئمة كلهم رده كتاب الإبريز بين بيانا صافيا كافيا في هذا ويقول أنه صلى الله عليه وسلم علمه وإيمانه لا يهد ولا يحصى ولا يصل أحد إلى عسر معساره وإلى عسر معسار عسره رسول الله عليه إيمانه നൂറിൽ ഒരു ഭാഗമോ ആയിരത്തിലൊരു ഭാഗമോ ഒരു കോടിയിലൊരു ഭാഗമോ ഈമാൻ ആർക്ക് എത്തൂല? ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിന് എത്തൂല, മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് ഒന്നും എത്തൂല. അത്രയും അധികം കട്ടിയുള്ള വലിയ ഈമാനാണ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഈമാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇമാം മൂസീരി പറഞ്ഞല്ലോ എന്നത്, ഇമാം മൂസീരി പറഞ്ഞു അവിടെ ഏതോ ഒരു മിസ്രി കതബ വായിദ് മിനൽ മിസ്രിയീന അൽ ഖരീബൻ ഹുനാക ഇബാറത്തുൽ ഖൽബ് ഉണ്ട്. എന്നാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധു ശരി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് പച്ച തെറ്റാണ് കേട്ടോ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഇൽമ് അത് അവിടുത്തെ മഅരിഫത്താണ്. ആ മഅരിഫത്ത് എങ്ങനെയാ തൂക്കൽ? മഅരിഫത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തൂക്കാൻ കഴിയൂല, അഴമാലുകളാണ് തൂക്കുന്നത്. മഅരിഫത്ത് ഏറുകയും നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. തങ്ങള് പിന്നെ അടുത്ത് മരിച്ചു തങ്ങന്മാർ പയോട്ട് Thank you.
അർറഹ്മാനു അലൽ അർശി സ്തവ വഹുവ ഫിൽ ലുഗത്തി സരീറുൽ മലിക്കി ഇസ്തിവ ഇസ്തിവ യലീഖു ബിഹി. ഇന്നത്തെ പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. അള്ളാഹു തആല അർശിൽ ഇസ്തിവ ആയിട്ടുണ്ട്, അവനോട് യോജിച്ച നിലക്ക് എന്ന് തന്നെയാണ് അവരും പറയുന്നത്. خصوصا الى حضرات من ذكرنا اسماءهم ونويناهم يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل ثواب ما قرانا وضيات قبورهم وشرفهم. اللهم اجعل ثواب ما قرانا وضيات قبورهم لهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. മുമ്പ് തന്നതാണ്, രണ്ടെണ്ണങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇത് കശ്മസ്തുത്തൂർ ഖബറിനെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല.